و داستان دو پسر آدم را به درستی برایشان بخوان. هنگامی که هر یک از آن دو قربانی پیش داشتند پس از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد قابیل گفت حتما تو را خواهم کشت حابیل گفت خدا فقط از تقوا پیشگان میپذیرد حابیل و قابیل فرزندان آدم بودند و حابیل دامدار بود و قابیل او کشاورز بود وقتی که خداوند به آنها امر کرد که قربانی صدقه دهند، در زمان آنها فقیر نبود که صدقه ها را به آنها بدهند. پس شریعت این گونه بود که صدقه دهنده مال صدقه خود را در جایی قرار میداد، آتشی گر می گرفت و آن را می سوزند و تمام می شد. به این معنا بود که الله تعالی آن را پذیرفته. حابیل بهترین دام خود را برای صدقه مهیا کرد. او میخواست بهترین گوسفند را برای صدقه دادن اهدا کند اما قابیل با تکه سبزیجات خشک که خود به آن التفاتی نداشته بود آمده بود و آن را برای صدقه گذاشت اما حابیل دام بسیار خوبی را اهدا کرده بود او بهترین گوسفندی را که در گلهاش داشت صدقه داده بود پس خداوند تعالی آتشی فرستاد و صدقه حابیل مورد قبول قرار گرفت اما صدقه قابیل مورد قبول قرار نگرفت. قابیل عصبانی شد و رو به برادرش کرد و گفت را میکشم. هابیل گفت مرا برای چه بکشی؟ در این موضوع من دخالتی نداشتم. تو خودت مقصر هستی که صدقه قابل اهدا کردن ندادی. خودت را باید بکشی نمرا. مرا. قابیل گفت نه تو را میکشم. پس برادرش در جواب گفت خداوند فقط از تقوا پیشگان میپذیرد. اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی من دستم را به سوی تو دراز نمی کنم چرا که از خداوند بزرگ می ترسم خداوند می گوید او به قصد کشتن برادرش گلاویز شد و حابیل را به قتل رساند و از شکست خوردگان شد متحیر ماند و با خود گفت با این مرده چه کار باید بکند؟ تعمل کرد و با خود گفت الان این برادر من است که مرده در کنار من آیا این گونه رهایش کنم چه باید بکنم پس خدا زاغی را برانگیخت که زمین را میکاوید تا به اون نشان دهد که چگونه جسد برادرش را در زمین پنهان کند این زاغ ها یکیشان زنده بود و دیگری مرده بود پس زاغ زنده زمین را حفر میکرد و زاغ مرده را میکشاند که در حفره دفن کند و بعد خاک را روی آن ریخت که به فرزندان آدم بیاموزد که اگر شخصی فوت کرد مرده را چه کار باید بکنند پس خداوند زاغی را برانگیخت که زمین را میکاوید تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند و گفت وای بر من آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم پس از زمره پشیمانان گردید و شکست خوردگان منی آدم چه آنهایی که مسلمانند و چه آنهایی که کافرند همه آنها برای مردگانشان باید حفره ایجاد کنند و آنها را دفن کنند البته بعضی از ملت ها مردگانشان را می و خاکسترش را در جایی رها می کنند. بعضی دیگر هستند که مثلا در اروپا که خانواده متوفا بهترین لباس را بر تن متوفا می و همچنین کت و شلوار و کروات و موهایش را نیز آرایش می کنند به مانند اینکه به شب عروسی می رود و بعد او را در تابوتی میگذارند و داخل فر میبرند این فر او را می سازند و به مدت شش یا هفت یا ده ساعت در فر میماند تا زمانی که هیچ چیز جز خاکستر متوفا باقی نماند و بعد خاکستر را جمع می کنند و در جعبه میگذارند و به خانواده متوفا می دهند. گاهی اوقات نیز آن را دفن می کنند و شماره مکان را به خانواده متوفا می دهند. در اصل شریعت این است که این گونه با متوفا رفتار نشود و او را نسوزانند. نبی اکرم می فرماید حفر کنید و عمیقش کنید. به این معنا که نه تنها برای مرده جا حفر کنید بلکه عمقش را نیز زیاد کنید تا سگ و گرگ یا مانند اینا نتوانند قبر را حفر کنند و جسد را بخورند. خیر عمق زیاد باعث می شود که نتوانند آن را حفر کنند بعضی گفتند که تا زیر سینه حفر کنید ولی مقصود این است که به هنگام حفر کردن عمقش را زیاد کنید که به قبر حمله نشود قبرها به دو دسته تقسیم می شود به دسته شق و به دسته دیگر لحد گفته می شود شق آن است که زمین را حفر کرده و مرده را در سمت راستش میخوابانند و بعد روی مرده لبن قرار می دهند لبن سنگی است که از گل ساخته شده و روی مرده میگذارند که به مانند اتاقه که کوچکی میشود و بعد رویش خاک میریزند. اما لحد قبری است که پیامبر اکرم در آن دفن شد. اینگونه است که زمین را یک متر تا نزدیک یک متر هفت می کنند. سپس زمین را به سمت راست هفت می کنند و اتاقی کوچک درست می کنند که میت را آنجا دفن می کنند. در واقع این هم مثل شق است ولی سمت راستش حف شده است و به اصطلاح لحد قرار گرفته است. لحد همان است که برای پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم کنده شده. ایشان لحد را دوست داشت و یارانش را نیز بر درست کردن لحد تشویق می کردند. دو نفر از اصحاب کارشان حفر قبرها بود. صحابه دیگر را دنبال آنها فرستادند و بعد آن کسی که هفت کننده لحد بود از دیگری سبقت گرفت و آمد برای نبی اکرم قبر لحدی درست کرد. یعنی برای ایشان قبر شق که سمت چپش لحد بود درست کرد و نبی اکرم را در آنجا دفن کردند. کسی که مرده را در قبر میگذارد اولویت با خانواده متوفاست. یعنی پدرش، برادرش، دوستی که برایش عزیز است و مانند این. و موردی ندارد که متوفا را یک غریبه در قبر بگذارد. حتی اگر متوفا زن باشد غریبه ای که با متوفا هیچ نسبتی نداشته باشد می تواند او را در قبر بگذارد ابو طلحه دختر پیامبر را در قبر گذاشت با اینکه نسبتی با او نداشت پس موردی ندارد که زن متوفا را یک مرد غریبه هم کند احکام قبر بسیار زیادند ولی ما توجه می کنیم به احکام مرتبط با متوفا و دفن و مانند اینها اگر متوفا در قبرش دفن شد برایش دعا کنید همانطور که پیامبر فرموده برایش دعای استقامت کنید چون الان از وی سوال می شود پس سنت است که مردم اندکی صبر کنند و برای متوفا دعا کنند و از خداوند بخواهند وی را شامل رحمت و مهربانی خود کند اگر شخصی از نماز میت جا ماند و با تأخیر مسجد رسید و دیگران نماز را خوانده بودند و متوفا را دفن کرده باشند مانعی ندارد شخص می تواند در قبرستان کنار قبر میت به طوری که قبر بین او و قبله باشد نماز میت را بخواند از دیگر احکام مرتبط به قبر این است که نباید قبر بیشتر از یک وجب از سطح زمین بلند شود که مردم بدانند این قبر است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم را از ارتفاع بخشیدن به قبرها من کرده و تزئین و دیوار ساختن دورش یا ساختن شی روی قبر و حکاکی رویش را نه کرده. کل این کارها جایز نیست هرچند که امروزه قبرها را بلند می کنند و رویش بنا می سازند. اصل این است که خاک در قبر بریزند و اگر سنگریزه روی قبر بگذارند که باد خاک روی قبر را نبرد و سنگریزه خاک را در برابر باد نگه دارد مشکلی ندارد البته بیشتر از یک وجب یا کمی بیشتر شود این اصل قبرهای شرعی است اما قبرهایی که رویش بنا ساخته می شاد و ارتفاع می بخشند و پول برایش خرج می کنند بعضی از اشخاص ای مردم بعضی از مردم بعد از مرگ متوفا از اموالش پنج هزار یا ده هزار یا بیس هزار برای خرید سنگ مرمر و حکاکی و خرید گل مصرف می کنند. این حق فرزندان یتیمش است به چه حقی اموالش را برمیدارن و این گونه مصرفش میکنن تا اگر متوفا وصیت کرده باشد که این مقدار از اموالم برای بنا روی قبرم باشد قابل پذیرش نیست وصیت حرام قابل پذیرفتن نیست وصیتی قابل پذیرفتن است که مطابق کتاب و سنت باشد پس جایز نیست که ارتفاع قبر را بالا ببرید و رویش سنگ قبر بگذارند و رویش حکاکی شود هیچ یک از چیزهایی که امروزه با تأسف در مقبره ها میبینیم جایز نیست بلکه خاکی باید روش ریخته شود و اگر یک یا دو سنگ پهن به رویش قرار دهند تا مردی که او را زیارت میکند متوجه مکان قبر متوفا شود مانعی ندارد که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام مرگ میفرماید لعنت خدا بر یهودیان و مسیحیان باد که بر قبر پیامبرشان مسجد ساخته و امتش را از کار آنها بر حذر می داشت. قبر مرا به عنوان مسجد استفاده نکنید. ابدا جایز نیست که بر روی قبرها مسجد ساخته شود. ابدا جایز نیست. مساجد برای خداوند است و برای دعا کردن. اگر انسان وارد مسجد شود، اصل این است که قلبش متعلق به خداوند باشد و دعایش نیز برای خداوند باشد. و افتادگی و ارادت نیز برای خداوند بزرگ و واحد باشد. اما اگر آنجا قبری باشد من بروم در مسجد نزد خداوند دعا کنم و از صاحب قبر نیز خواهش کنم که مورد رحمتش و مقفرت و شفاعتش باشم دیگر قلب من متعلق به خداوند نخواهد بود به صورت صد درصد. عبادت نصف شده است و توسل نصف شده است و اشتیاق به رحمت الهی نصف شده است. دعاها باید نزد خداوند باشد. و مساجد برای خداوند است پس کسی را در جایگاه خداوند برای دعا کردن قرار ندهید به این دلیل است که ساختن مساجد بر قبرها جایز نیست و جایز نیست در مسجدی نماز بخوانی که در آن مقبره ای هستش برو و در مسجد دیگری نماز بخوان امروزه گذاشتن گلها بر روی قبرها معمول شده و که نفعی به متوفا نمی رسد و نبی اکرم کاری به مانند این انجام نداده بله سلام خداوند بر اوباد. برای متوفا دعا می کرد و از خداوند تقاضای مغفرت و رحمت می کرد. نه خرید گلهای گران قیمت و ریختن آن بر سر مزار. من وقتی وارد مقبره مسلمانان در یکی از کشورهای اروپایی شدم دیدم بعضی از قبرها رویشان گلهای گران قیمتی هستش و بعضی دیگر از قبرها که قبرهای کودکان بود برای آنها اسباب بازی گذاشته بودند هواپیمای کوچیک یا ماشین کوچیک و مانند اینها من میفهمم قلب پدر برای فرزندش تکه تکه می شود. به خدا قسم درک می کنم و درک می کنم مادری را که این اسباب بازی ها را روی قبر فرزندش گذاشته و قلبش از شوق فرزندش تکه تکه می شود و حسرت این را می خورد که اگر فرزندش زنده بود اینها را به او می داد. من عاطفه را درک می کنم و دعا می کنم به خداوند که به آنها خیر بدهد و صبر اصل صبر است به هنگام مرگ متوفا و دوری از هر چیز بیهوده. پس بهترین کار برای متوفا این است که برایش دعا شود و صدقه داده شود و طلب مغفرت شود نه اینکه روی قبرش گل گذاشته شود وقتی جایی وبا باشد یا در آتش سوزی های بزرگ و زلزله و حوادث دیگر که تعداد مردگان بسیار زیاد می اشکالی ندارد اگر تعدادی از مردگان در یک قبر دفن بشن. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه جنگ احد به پایان رسید، و هفتاد نفر از اصحابش به شهادت رسیده بودند که رضای خدا بر آنها باد هفتاد نفر شهید شده بودند و صد و نفر مستوم بعضی ها انگشتانشان قطع شده بود و بعضی ها دستانشان و بعضی دیگر نیز پاهایشان مستوم بود حتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مستوم شده بود آنها نمی توانستند هفتاد قبر هفت کنند برای این شهدا که خداوند از آنها راضی باشد پیامبر به آنان اذن داد که یک یا دو یا سه فرد را می توانند در یک قبر بگذارند مشکلی ندارد یعنی برای هر متوفا عمل قسل و کفن کردن انجام شود پس از زلزله ها یا به هنگام وجود وبا یا حوادث بزرگ برای متوفیان پس از انجام تمامی اعمالی که مرسوم است می توانند تعدادی از آنها را در یک قبر دفن کنند نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اذن دفن دو یا سه مرد را با هم داده بود و میفرمود هر کدام که قرآن بیشتری حفظ دارد در جلو قرار داده می شود و این از برکت قرآن است مستحب است که فرد به مساجدی برود که در آن بر میت نماز جنازه می خوانند عبدالله ابن عمر که خداوند از او راضی باشد گفت شنیدم که ابو هریره که خداوند از او راضی باشد می گوید شنیدم که نبی صلی الله علیه و آله وسلم می گفت شخصی که برای متوفا نماز بخواند بر هر جسدی که نماز خواند برای او قیراتی خواهد بود هر قیرات به بزرگی کوه احد است در اجر و ثواب و اگر آن شخص متوفا را تا دفن شدن دنبال کند به او دو قیرات خواهند داد عبدالله ابن عمر از این اجر عظیم متعجب شد و مردی از مردان خود را به نزد آیشه فرستاد تا از او بپرسد و اطمینان کند که آیا این درست است یا خیر عبدالله ابن عمر که ذهنش مشغول بود مشتی سنگریزه از زمین برداشت و در دستانش میچرخاند که آیا این حدیث درست است آیا ابو هریره کلام نبی صلی الله علیه و و سلم را درست حفظ کرده چگونه این فضل بزرگ را از دست دادم و سنگریزه ها را با مشغولیت ذهنی در دستانش میچرخاند تا اینکه آن مرد بازگشت و گفت بله آیشه از نبی صلی الله علیه و و سلم این را شنیده است پس عبدالله ابن عمر سنگ ریزه ها را به زمین زد و گفت چه مقدار زیادی از قیرات ها را از دست داده ایم. ای کاش این حدیث را از قبل می تا انجامش می دادم. چه مقداری از این قیرات ها را از دست داده ایم و مستحب است که فرد به مساجدی برود که در آن بر میت نماز جنازه می خونند. از شیخ علامه ابن باز رحمت الله علیه سوال پرسیده شد. اگر تعداد جنازه ها زیاد باشند، هر جنازه یک قیرات دارد یا چون نماز میت را برای همه آنها یکجا میخوانیم یک قیرات خواهند داشت؟ پاسخ داد ممکن است هر جنازه یک قیرات داشته باشد. چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته است که اگر شخصی بر جنازه ای نماز بخواند یک قیرات خواهد داشت. پس این یک جنازه است. این دو تا و این سه و چهار تا پس اگر تعداد مردگان زیاد شد، آن دیگر فضل خداوند است که به هر کسی بخواهد میدهد یا ندهد. اگر متوفا در قبرش دفن شود و اگر تعداد متوفیان زیاد شد، همان گونه که گفتیم می شود تعدادی از متوفیان را در یک قبر دفن کرد. مشکلی ندارد. اما آنچه بعضی از مردم انجام میدهند، مثل خواندن سوره یاسین کنار قبر یا از آن گفتن روی قبر، هیچ کدام از این کارها را پیامبر انجام ندادند. علی ابن ابوطالب به ابوالحیاج الاسدی گفت: آیا تو را بر همان کاری نگمارم که پیامبر مرا بر آن گمارده بود؟ گفتم بله، علی فرمود هیچ قبر مرتفعی را مگذار مگر اینکه آن را با زمین هم سد کنی و هیچ نقاشی و مجسمه ای را مگذار مگر اینکه آن را از بین ببری. پس اگر میخواهید به مرد نفعی برسانید برایش دعا کنید. نه اینکه بر روی قبرش بارگاه و زریح بسازید و پیامبر از پاره کردن گریبان و نوه خانی بر مرده نه کرده و همچنین فرموده است که از نوه خان و گریبان پاره کن و کسی که ناله و فقان بیش از حد می کند بری هستم بله باید بگویند انا لله و انا الیه راجعون یعنی به متوفا گفته می شود که خانوادهت برایت گریه می کنند و او از این خبر ناراحت می شود و سرهایشان را بتراشند از خداوند میخواهم، که همه ما را شامل رحمتش بگرداند. با گریه و زاری خانوادش عذاب می کشند. گفتند به او ابلاغ خواهند کرد و بعد از مرگش غمگین خواهد شد و یک عذاب روانی برای او خواهد بود. عرب ها در زبان قدیم به گریزاری های زیاد بعد از مرگشان افتخار می کردند و همانطور که یکی از آنان گفته است ای ابن حاتمی اگر مردم جلوی خانوادم برایم چنان گریه کن و لباس خود را پاره کن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که متوفا با گریه و زاری خانوادش در عذاب خواهد بود اگر خود مرده وصیت کرده باشد به معصیت خداوند پس عذاب خواهد دید اصل این است که وصیت کند که خانوادش صبور باشند و برای اون دعا کنند نه اینکه سرهایشان را بتراشند بلکه برای او دعا کنند از خداوند میخواهم که همه ما را شامل رحمتش بگردد